امیر محمد 11 ساله در هرات از چنگ آدم ربایان آزاد شد. ثبت نام دانش آموزان ادوای غیر مجاز در البرز ایران ممنوع شده است. طالبان از آغاز کار دیپلمات های این گروه در سفارت افغانستان در عمان خبر دادند. قتل های مرموز، جسد قطع قطع شده یک مرد در قندهار پیدا شد. پلیس دبی اجازه نداد رئیس الوزرای طالبان وارد این شهر شود. و در اخیر کشفی بیش از 12 کیلوگرم طلای قاچاق شده از افغانستان در ایران. مشروع اخبار. اعضای خانواده امیر محمد، کودکی که حدود 8 روز پیش از محله حاجی عباس شهر هرات از مقابل یک مکتب ربوده شده بود، به روزنامه اطلاعات روز تایید کردند که او از چنگ آدم ربایان آزاد شده است. فرمانده امنی طالبان در هرات نیز روز دوشنبه 26 سنبله با نشر اعلامی گفته بود که یک کودک را در یک عملیات ویژه از چنگ آدم ربایان آزاد کرده است. این فرماندهی افزوده بود که این کودک به خانوادهش تسلیم داده شده است. فرمانده امنی طالبان اما در مورد محل نگهداری، هویت و سرنوشت آدم ربایان چیزی نگفته است. در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید در ایران، رسانه های این کشور گزارش دادند که ثبت نام دانش آموزان اتباعی غیر مجاز در مکاتب ولایت البرز این کشور ممنوع شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، سیروس دهقان‌شیری، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی البرز، امروز دوشنبه 26 سنبله این موضوع را اعلام کرده است. او گفته است موضوع ثبت نام اتباع به طور جدی پیگیری شده و همچنین از آموزش و پرورش استان و مدیران مدارس انتظار داریم برای شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغ شده اتباعی غیر مجاز را ثبت نام نکنند. این مقام ایرانی افزوده است که دانش آموزان اتباع دارای اقامت قانونی از جمله دارندگان مدارک اقامتی آمایش و هویت در مکاتب البرز ثبت نام می شوند. وزارت خارجه طالبان از آغاز بکار دیپلمات های این گروه در سفارت افغانستان در مسقط عمان خبر داده است. زی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز سه‌شنبه 27 سنبله در صفحه ایکس خود نوشته است که فعالیت و خدمات سفارت افغانستان در مسقط از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده است. او افزوده است که سرگیری فعالیت های سفارت با همکاری کشور میزبان نقش سازنده در تقویت رابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی کابل و مسقط ایفا خواهد کرد. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که این وزارت از همکاری وزارت امور خارجه عمان قدردانی می کند. منابع در قندهار می گویند که جسد قطع قطع شده یک مرد در ولسوالی ارغنداب این ولایت پیدا شده است. به گفته منابع، این مرد توسط افراد ناشناس در ولسوالی خاکریز به قتل رسیده و سپس جسدش به ارغنداب منتقل شده است. به گفته منابع، این جسد در حالی که پوست و قطع قطع شده، عصر دیروز دوشنبه 26 سنبله در داخل یک بوجی از منطقه تابین ولسوالی ارغنداب پیدا شده است. منابع میگویند که هویت و بستگان این مرد تا اکنون روشن نیست و جسد او برای تحقیق به شفاخانه میرویس منتقل شده است. منابع از میان نیروهای پلیس طالبان در قندهار نیز این قتل را تایید میکنند و میگویند که لباس و کفش مقتول در ولسوالی خاگریز پیدا شده است. این منابع نیز میگویند که هویت مقتول تا اکنون روشن نیست و تحقیقات در این زمینه جریان دارد. موارد چشمگیری از قتل‌های مرموز گزارش می شود. عاملان بخش عمده این قتل‌ها افراد مسلح ناشناس عنوان می شود. منابع هزاراورد می گویند با
پلیس دبی به رئیس الوزرای طالبان اجازه نداده در یک مهمانی در آن شهر شرکت کند. ملا حسن آخوند ماه پیش در یک سفر درمانی به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رفته بود. منابع در وزارت خارجه طالبان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که رئیس الوزرای این گروه بدون رعایت پروتکل‌های لازم و در نبود هماهنگی با حکومت دبی به دعوت یک بازرگان افغان از ابوظبی به دبی رفته بود که با ممانعت پلیس روبرو شد. به گفته منابع پلیس دبی به ملا حسن اجازه نداد برای شرکت در ضیافت رحمت الله قندهاری به ویلای او در آن شهر برود. دیپلمات‌های طالبان برای جلوگیری از این شرمساری تصمیم گرفتند رئیس الوزرای خود را به بازدید از کنسولگری افغانستان در دبی ببرند که اکنون در کنترل گروه طالبان است. منابع هزاره ولت میگویند پلیس دبی از ملا حسن خواسته است که فوراً به ابوظبی و بیمارستانش برگردد، چرا که اجازه ورود به دبی را نداشته است. مقام‌های مرزی ایران از کشف 12 کیلو 720 گرم طلای قاچاق شده از افغانستان در منطقه تایبات ولایت خراسان رضوی خبر دادن. مجید شجاع فرمانده نیروهای مرزی خراسان رضوی روز دوشنبه 26 سنبله گفته است که نیروهای مرزی 34 قطع شمش طلا را از یک موتر تیزرفتار که قصد ورود از افغانستان سیر سلطه طالبان به ایران را داشت به دست آوردند. شجاع به خبرنگار ایرانا افزوده است در راستای برخورد قاطع با قاچاقبران در مرز این ولایت، مرزبانان هنگ تایبات در ایست بازرسی مرزی موافق به کشف محموله شمش طلای قاچاق شدند. وی تصریح کرد که ارزش مجموع این مقدار طلا 472 میلیارد و 827 میلیون ریال برآورد شده است. چند روز پیش نیز مقام‌های مرزی ایران از کشف 151 کیلو و 450 گرم مواد مخدر نوع شیشه قاچاق شده از افغانستان در منطقه تایبات خراسان رضوی خبر داده بودند. منطقه تایبات در فاصله 225 کیلومتری جنوب شرقی شهر مشهد و در مرز ایران و افغانستان قرار دارد. خراسان رضوی از شرق حدود 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. از این که تا پایان سرویس خبری با ما بودید جهان سپاس. تا دیدار بعد، بدرود.